این پلیلیست بریتیش اوپن 2023 رو من خودم خیلی دوست دارم واقعا از دستش ندیم بازی ترام و میاه اگه درست تلفظ کرده باشم محمد می آ ام آی ای اچ حالا دیگه درستش رو میرون رو تصویر نگاه میکنیم امیدوارم که درست تلفظ کرده باشم بیمعطلی بریم بازی جذاب و دیدنی و با هم دیگه تماشا بکنیم بله چهره ترامپ رو نگاه میکنی و میا هم از کشور انگلستان هستش آقای همون دو چیزه نبود میا همون که دورگهه نبود بذاریم چک بکنم اینم همونه یا که نه نه فکر اون دورگه یکی دیگه است من اینو با یکی دیگه در اشتباه میگیرم خب اون ژاپنی انگلیسی بود فکر کنم یا چین انگلیسی بود اوکی ایشون متولد 1993 6 جولای و تاریخ تولدش با من یکیه منم 6 جولایم بعد برای کشور انگلستانه حالا چهرش که اصلا به انگلیسیان نمیخوره ولی خب طبعه و به دنیا آمده انگلیس از سال 2013 15 16 20 21 تو تور حرفه‌ای بوده بالترین رنکینگ جهانی 69 بالا در حال حاضر 89 که داریم ویدیو رو نگاه میکنیم و تمام بریم به سراغ بازی ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره با ترامپ رفقا اول ویدیو اعلام بکنم لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه بریم با این بازیکن و سطح بازیش آشنا بشیم تو فریم اول داره وان ویزیت میکنه ترامپ رو بچا اونم که نمیدونم وان ویزیت یعنی چی یعنی با یه نوبت وان ویزیت دیگه من دیگه چی بگم دیگه یعنی با یه نوبت تموم کرده قصه رو و بریم ببینیم که این بریک خوبش تا کجا ادامه پیدا میکنه معمولا هم گفتیم دیگه بازیکنه که سطحشون پایین تره در مقابل بازیکنه خوب بازی میکنن تمام تلاششون رو میکنن ولی شبیه هندیاس بیشتر تا انگلیس استایل خاص خودشو داره 93 تا به به تو فریم اول صد میزنه به ترامپ اینجا رو ببین اینجا رو ببین کجا داریم میریم تو این استون که ببینیم بریک تا چند افزایش پیدا میکنه 111. من خیلی جالب تو بعد از ویدیو مثلا چرا زرد نیست 150. این کسی که نشیز ادیت کرده نمیدونم 120. چی بگم 120 تا 120 تا 6 تا و اینجا 130 آه صد و, و نتونست بزنه براو و تشویقش میکنم بریم ببینیم که جلاد دنیای اسنوکر که ما دیگه با تفاهمی که به هم دیگه رسیدیم کودتاگر به دل آدم نمیشینه جلاد ترامپ فقط جلاد میشینه و حالا اسم چیز شد از صحبت از اسم شد آه ولش کن این یه چیزی میگیم دوباره قصه میشه بریم بریم سراغ فریم دوم دو ببین از اصلا بگم که حالا گفته باشم دیگه واه واه یه لانگ خوب ببین لقب رو که انتخاب میکنن لقبه بر حسب کارکتر شخصیتی بازیکنه مثال مثلا چه هنری آیسمن مرد یخی چرا وقتی بازی میکنی هیچ احساسی تو نیست خود سالیوان راکت چرا به خاطر نوع ضربه زدنش و سرعت در بازیش چه میدونم دیگه کیه مورفی جادوگر اوکی کارهای عجیب و غریبی که تو دل بازی انجام میده بعد اینکه من تو ویدیو بازی حسین با سالیوان گفتم گفتم که این لقب حسین رو کی داده بهش تو اسنوکر من اشتباه هم گفتم <تصح> گفتم پرنسس پرنسس اشتباهه پرنس آف پرشیا یعنی شاهزاده ایرانی یا همچین شاهزاده ایران یا شاهزاده ایرانی این چه ربطی به بازی داره یعنی چه میگم من دوست داشتم که یک لقبی الان یعنی برای حسین انتخاب بشه که به کارکتر بازیش بخوره حالا لقب خوبه رو چیز خوب براش پیدا بشه چون واقعا الان حسین رو همه دنیا میشناسن همه دنیایی که من اسنوکر بازهای حرفه‌ای و طرفدار اسنوکر الان دیگه حسین رو کامل میشناسن مثلا یه لقبی باشه که چطوری بگم با بازیش همخونی داشته باشه این اصلا هیچ ربطی به بازی نداره من هرچی حساب میکنم اما این نظر منه شما هم نظرتون رو بنویسید بریم بریم به سراغ بازی ترام یه دونه صد و چند صد و بیست و شیش فریم اول دریافت میکنه و میاد سریعا جبران میکنه و بچه من درست خوندم میاه یه تو این مایه هاست یا اچ تاش خونده نمیشه میا خونده میشه کان اچ تاش خونده نشه میاه و محمد میا بعد و اینجا 85 تا زده 92 تا 93 بله ببین آدم کینه ای یعنی ترامپ نمیذاره زیر دینه بریک صد میا بمونه سری میاد جبران میکنه و بریک سنتری اینجا میبینی جلاد دنیای اسنکر براو 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 صد و هفتا صد دوازده تا بعید میدونم صورتی رو بتونه بزنه صد و دوازده 18 نگو که میزنی نگو که میزنی 120 5 تا و خلاف همه همه اوقات که محکم میکوبه آبی رو قل داد کارکتر خاص خودش داره دیگه بذار همین الان ببین مثلا خود ترامپو اسنوکر بچه تو اسماشونو که بزنی یه دونه اسنوکر هم تایش بنویس اینجا رو ببین پلنت ببین ویکیپیدی که باز بکنی یه جا نوشته نیک نیم The ice in the pack این لقب چیزه ترامپه بزنی ترجمه بکنم اینم ترجمهش چی میگه آی پک آس در بسته بچه برا معنیش رو بنویسین یعنی چی؟ چون قاعدتا یه سر چیزا ترجمه میشه گوگل،, گوگل ترانسلیت میشه اون معنی رو نمیرسونه فقط کلمه ای ترجمه شده حتما برای معنیشو بنویسید یعنی ما یاد لقبی که واسه ترامپ انتخاب کردم بهش میاد نمیاد بعد دوباره چیکار داره میکنه ترامپ آقا غلط کرد آقا ترامپ جان آقا غلط کرد غلط کرد فریم اول 126 به شما شما کوتا بیا ولکنه مگه اگه, اگه میشه به ترامپ سنتری بزنی و بشینی رو صندلی باید بیاد رو میز تلافی بکنه عجب بازیه پسر عجب بازی سه فریم با هم دیگه نگاه کردیم سه تا صد تا با هم دیگه دیدیم ببین کلاس و لول بازی رو ببین برای اینو میگم بیرتی شپن از دست ندیم 98 بابا ول کن ول کن ببین من, من, مطمئنم ترامپ تا بالای 126 نزنه ول نمیکنه ببین چی گفتم و کی گفتم الان میگم تو ویدیو رو دیدی اسید 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 بعضیاتون بد اسیدین 118 یک دو سه چهار پنج شیش هفت نزد 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 آقا جان من عشق کردیم بازی رو حتی بد دست بچه های تیم ادیت هم درد نکنه چون اونا بازی ها رو یه سبک سنگی میکنن بعد ویدیو رو با قول ادیت میکنن و ویدیو رو میذارن و اونا هم مطمئن باشیم برای من اسپایل نمیکنن بریم سه فریم طوفانی سه سنتری با هم دیگه دیدیم واقعا این ویدیو لایک نداره بریم فریم چهار روم توپ میفته دست میه وای درست ترین جایی که میشد به پک قرمز ضربه زد و زد چقدر خوشگل باز کرد پکو بچه من تا حالا نیده بودم چه بازیکن خوبیه ولی استایل شبیه بازیکن های آقا دیگه ما کلمه ای به نام استریت پلیر نداریم یعنی استفاده نکنید صحیح ترین درست ترین کلمه ای که میشه استفاده کرد نتراله یعنی بازیکن طبیعی یعنی بر اثر تکرار 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 درکی که از بازی پیدا کرده به این لول یا به این بازی رسیده بازیکن نترالی من میبینمش آقا اینم تو فریم چهارم داره صد میزنه ها این چه بازیه ما داریم نگاه میکنیم با هم دیگه چه لول بازیه داریم مگه همچین چیزی از خوش صد و میزنه صد میزنه سنتری میزنه ولی میس میکنه باریکالا باریکالا گوشه زنتون باشه این بازی کن محمد میا من بازی اولم ازش میبینم شما باید بگید که داره رو دیده بودین یا نه بریم به سراغ فریم پنجم ببینیم آیا تو فریم پنجم هم شاهد چیش میگن یه بریک سنتری هستیم یا نه چه بازی جونداری داره میشه هرکس چهار فریم ببره برنده بازی هستش خوب... راقعا خوب بازی کرد مقابل ترامپ دو تا صد دو تا صد ولی فعلا به قول معروف 126 میان بالاتر از ترامپ بوده میخواد لبه پاکتو نمیفته و این توپو داده یا نه دارن هر دو بازی کنه سیف میکنن هنوز دوم به تله هم دیگه ندادن و چند وقتی میبینم که امین اسپانسر ترامپ شده براو براوو یه لانگ پاد نه او که میفته نه مشخص بود که آبی سر راه قرمز قرار گرفته نه دیگه بره که سنتری تو وان ویزیت ندیدیم بعد حال شد تو ادامه بازی اتفاق بیفته این همه توپ رو میزه و هیچی هیچی هیچ بازی ریرک شد اصلا دوباره چیده شد بازی به قول خودمون گره وقتی میخوره این اتفاق میافته آقا این خیلی خوبه بازی خوبیه شاین چغره بازی کن ای من یادم نبود نبود بازی کن تعریف کنم بکنم دوباره ریرک نه ترامپ باز میکنه قصه رو ترامپ بازی رو باز میکنه ببینی ببینیم میاد زورش به ترامپ میرسه یا نه ولی خیلی خوبه حالا این بازی رو داره انقدر خوب بازی میکنه یا که کلا همین شکلی آخر کلا همین شکلی باشه که بازیکنه که با تجربه سالیان سال 5 -6 سال تو تور حرفه هست اگه بازیش این باشه که الان باید رنگ زیر بیست دنیا باشه با این سطح بازیش و با ما هم بشناسیمش قاعدتا معلوم نشونه گیریش تو ای داشتم تعریف میکردم بازم نشونه گیریش تو پک زدن خیلی خوبه ولی میزنه میزنه با اینکه تو بن نداش ولی میزنه اینجا رو ببین پک باز کردن رو ببین کلاس پک باز کردن رو ببین 25 14 توپ افتاده دست ترامپ جلاد ببینیم همینجا کار میارو یه سره میکنه یا نه توپا بد نیست تعریفی نیست ولی بد نیست چل چهار تا زده تا اینجا پنجاه تا که از همیشه ترامپ جزا مدعی های قهرمانی بوده ووف دبل میزنه یه سه تا یه چلو سه تا <متشفت> هست رومیز سی <متشفت> و پنج دقیق نه چلو دو تا رومیزه نه ببخشید فیکس چلو سه تا رومیزه یعنی توپ فریمبالش بود در واقع توپ فریمبالش رو ترامپ نمیزنه دو قرمز رو باید میابا با مشکی بزنه و اینجا توپ رو میده و فریم پنجم به نام ترامپ ثبت میشه آیا ترامپ به قول معروف بازی رو در فریم بعد تموم میکنه و کار رو یه سره میکنه یا که میاه بازی رو به دیسایدر میکشونه باید منتظر باشیم و ببینیم که چی کار میکنه بریم به سراغ فریم ششم. میاه قبول میکنه فریم رو واه، لانگ شات رو ببین آیا این لانگ شات تموم شدن بازیه فکر نمی کنم مشکل داشته باشه ای وای نزد 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 خیلی سخت بود توپ میوفته دست میا سوال ساده است کارو به دیسایدر میکشونه یا نه أوف. دور اون قرمزی داشته باشه دیوونه کننده است نه نداره ولی او یه دونه لانگ شاد اون ته میز پیدا میکنه بابا ولمون کن ولمون کن چی کار داری میکنی چی ها داریم نگاه میکنی چی هستن یه سنوکر نکن دیگه او کیوبالش یه دین قرمز هم افتاد هفت هم خطا داد راضی نیست یه نیمچه سیویلی هم داره بند کفش ترامپ هم باز میشه میبنده اه حسین وفایی هم اونجا هست تو بریتیش اوپن میگم این بیرت شپن رو از دست ندید مسابقات بسیار بسیار بس با کیفیتی هستش 29 تایی که میاد جمع کرده بود و ترامپ میاد پس میگیره بچه این دایی که میاد تصویر ظاهر میشه میره واسه اون ادیتور اولی هست ها نه نمیتونه کاری از پیش ببره و سیف میکنه یه ضربه پلانت جواب نمیده یه حمله میکنه ترامپ که بره کار ناتموم خودش رو تموم بکنه ماسک نمیشه لانگشات خوب یه لانگشات خوب تر و تمیز مرتب منظم فریم فریمو میگیره 48 نه بخش میگم فریمو اسکور رو میگیره 8 تا 11 بهترین تایم برای 15 بهترین تایم برای دیسایدر 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 به به این بازی واقعا ارزش دیسایدر رفتن رو داشت واقعا میا به نظر من عالی بازی کرد براو براو براو, براو. با همدیگه به سراغ فریم هفتم سه سه با هم برابر ترامپ کرکوپرش ریخته به رسم ادب با هم دیگه دست میدن و بریم ببینیم که تکلیف آیا میا میتونه ترامپو بچه بزان ترامپو نوشته راسی ترامپو ببینم چیزی نوشته رنکش الان چیه رنگ دوی دنیاست بچه چهار دسامبر که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم رنگ دو دنیا ترامپ حالا اون موقع رنگ چند بوده یک قاعدتا نبوده چون امسال همیشه سالیوان یک بوده همین دیروز پیروزم هم تولد سالیوان بوده سن 48 سالگی و همینطوری داره رکورد میزنه دیگه تو این سن این همه قهرمانی بریم بریم تو دل دیسایدر بریم چه اتفاقی میفته آیا میا ترامپ از مسابقات بریتیش اوپن حذف میکنه یا نه تا اینجا که داره خوب میزنه اسکور چی میگه اسکور میگه 22 تا 28 تا فشار روش زیاده قطعا آقا فشار زیاده که کیوبالش میره اونجا خیلی بد مشخصه نمیفته مشخص نمیفته آیا توپ داده نه توپی شانس آور نداده بیست و هشت به چهار اوه 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 داشت شانسی میداخت داشت شانسی میداخت نه 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 آقا تو دیسایدر که تو نباید اون توپ شام البته اینم بگم و آ... توپ تو پاکته اینم بگم هیچ گزینه غیر از پات کردن سه نداشت ولی به نظر من بیشتر دقت میکرد آ... ولی خب بریم ادامه ماجرا ببینیم چیه 29 به 5 اصلا اسکور مطمئنی نیست اصلا ابدا اوه اوه, اوه, اوه اوه اونم با کی ترامپ هر لحظه امکان داره تو آخر میزو بزنه و اینجا نیمچه اسنوکر میشه شانس آورد این قرمز رو داره که بتونه باش سیف کنه و بیاد پایین میز ای خدا نه 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 موچ میزنه موچ زدنه باعث میشه که کیوبال از مسیرش خارج بشه یادتون باشه اسنوکر موچ نداره یعنی ساعدتون باید یکی باشه اینجا یه قرمز خوب میزنه ترامپ آیا کاری از پیش میبره خطرناکه خطرناکه بدم خطرناکه میز هم بگی نگی. خب هفت که جاش خوب نیست صورتی بسته اوه است اوه اوه. یه قرمز التماسی یه قرمز التماسی تصمیم میگیره به جای آبی زرد رو بزنه و بیاد این وره میز آه 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 یه صورتی خوب یه صورتی خوب بره واسه قرمز عجب فکر بازی داره این پسر فقط هر شب یک ویدیو ساعت 9 شب توی اسنوکر شو و یک دونه ویدیو تلاشمون رو میکنیم توی بیلیارد شو بذاریم همینش خیلی کار سخت و طاقت فرسایی ها دمتون گرم که حمایت میکنید خیلی چکریم چک So well. big favorite now. منو ده ذاته. چند تا شد؟ 48 تا شد. اسکورش میگم چرا 9 بود میشد 20 تا دیگه. پس اسکور 19. 19 تا ترامپ. ببینیم میا از این شانسی که میاره میزو ترامپ نمیزنه چه استفاده ای میکنه. یه ضربه خیلی خوب. فکر میدونم ماسک شده باشه. دقیقاً یک کوچولو اسنوکر شده بود او کیوبال میافته میزنه به هفت آره دقیقا همیشه تو این ضربات باید بزنی توپو گیر بری به یه توپ دیگه و نگهداری کیوبالو بیاری پایین میز نه باز هم اسنوکر نبود گره خورده 19 تا ترامپ آیا توپو میده یه جورایی داده یه جورایی داده بله 17 14 بکیم ما چرا داریم اشتها میشونیم مثلا داریم مسیر رو غلط میریم وای وای چلو دو چلو دو چلو دو چلو هفت وای نزد 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 یه, یه امتیاز ترامپه اگر بزنه وای این وای 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 چی شد بازی چی شد میا اگر بزنه آل اخ 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 میا داره رو هز میکنه میاد داره ترامپ رو حذف میکنه نیومده وای چه توپی چه توپی مشکی مشکی ترامپ بازی سر مشکیه وای دیسایدر سر مشکی میا هفتو هفتو میزنه تمام میا ترامپ رو حذف کرد آقا واقعا حقش بود خیلی خوب بازی کرد خیلی خوب بازی کرد پشمای من امیدوارم که از این ویدیو هم امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین دیدین میشه میشه خوب بازی بکنی میشه واقعا عالی بازی کرد خیلی کیف کردم امیدوارم که شما هم از این ویدیو لذت برده باشین لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ای شب دیگه یه ویدیوی دیگه فعلا خیلی شکرین عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیاردشو دریافت کنی پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش